همراهان بامبو سلام، خیلی خوش اومدین به یک قسمت دیگه از آموزش زبان اسپانیایی بامبو لنگویجز. من زهرا همتی هستم و در درس امروز میخواییم با همدیگه به بررسی یک سری افعالی که به ما کمک میکنن تا صحبتهای دیگران رو چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم انتقال بدیم با همدیگه یاد بگیم. قبل از اینکه بریم سراغ درسمون، امیدوارم که بتونین درسای ما رو بدون هیچ گونه مشکلی از نظر اینترنت تماشا بکنین و اگر هم تمایل دارین در کانال ما سابسکرایب بکنین که بتونین ویدیوهای ما رو همیشه به صورت رایگان دنبال بکنین. خب بریم سراغ درسمون. همونجوری که بهتون گفتم امروز میخواییم با همدیگه وربوس ده ترانسمیسیون رو یاد بگیریم، یعنی ترجمه تحت لفظیش میشه افعال انتقالی. حالا این افعال انتقالی یعنی چی؟ خیلی به ترجمه تحت لفظیش دقت نکنید. این به خاطر ما بهشون میگیم ترانسمیسیون که از فعل ترانسمیتیر داریم استفاده میکنیم، یعنی یک پیغامی رو بخوایم انتقال بدیم. این گونه افعال بیشتر در رسانه ها به کار برده میشه، زمانی که میخوان گفته های دیگران رو نقل بکنن یا به قول خودمون یه نقل قولی داشته باشیم که این نقل قول هم میتونه استیل و دیرکتو باشه هم این دیرکتو باشه، یعنی هم نقل قول مستقیم هم نقل قول غیر مستقیم. خب هدف درس امروزمون اینه که شما با چند تا فعل جدید آشنا بشین که بزرگترین کاربردشون یا بیشترین کاربردشون در زمینه همین نقل قول‌ها هست، اونم به خاطر مفهوم و معنایی که دارن. پس درسی که امروز باید یاد بگیریم یه چند تا فعل جدیده که کاربردش هم الان براتون گفتم. خب بریم اولین جمله رو با هم دیگه ببینیم که در واقع یه حالت نقل قول مستقیم داره. نو دخارموس که سیرن لا امپرسا منیفستارون دیخرون افیرمارون لستر و خادورس. خب ببینین دوستان، من این رو گذاشتم تو گیومه که شما بدونین که ما نقل قول مستقیم داریم، یعنی ما اینن حرف طرف مقابل رو زدیم، نیومدیم اون رو به زبان خودمون بازگو بکنیم. و اون حرف چیه؟ میگه که ما اجازه نخواهیم داد که شرکت بسته بشه. نو دخارموس که سیر لا امپرسا. خب نو دخارموس، دخار فعلتون هست که برین زمان فوتورو رو اگر که مده حالا تو ذهنتون نیست نگاه بکنین، فعل دخار رفته در زمان فوتورو صرف شده و میگه اجازه نخواهیم داد که سیرن. خب فعل سرار رو داشتیم رفته در پرزنت د سوبخونتیوو که بسته بشه، لا امپرسا که شرکت بسته بشه. حالا این سه تا فعل، یعنی درس امروز ما روی این فعل ها میچرخه. ببینید دوستان، این حرفی که اینها اومدن زدن وصل شده به در واقع لست رواخادورس. لست رواخادورس میشه کارکنان یا حالا کارگران، درسته؟ ترجمه اصلیش میشه کارگران. خب ما گفتیم که این فعل ها زمانی به درد ما میخورن، مخصوصا در رسانه ها، زمانی که بخوایم حرف دیگران رو انتقال بدیم یا نقل قول داشته باشیم. خب این دقیقا همینه، کارگرا گفتن که ما نمیذاریم شرکت بسته بشه. حالا این رو منیفستارون دیخرون افیرمارون لستر، این سه تا فعل میتونن در این جمله استفاده بشن که بیانگر در واقع اون نقل قول حرف ترواخادورس یا کارگران باشن. منیفستار یعنی نشون دادن، حتی مثلا بیان کردن، اعلام کردن، نمیدونم، حتی میتونه معنای اعتراض کردن هم داشته باشه، ولی بیشتر تو حالت همون بیان کردن و اعلام کردن. دسیر که خب میدونین پرتریتو این دفینیدوش بیقاعده است، دیخه دیخیست دیخو، دیخیموس دیخیست دیخیرون که اینجا هم رفته دیخیرون به خاطر لستر و خادورس شده، و افیرمارون یعنی تایید کردن، تصدیق کردن، تاکید کردن. افیرمارون تقریبا میتونیم بگیم که فعل هایی که الان میبینیم، نه اینکه بگیم دقیقا ترجمه تحت و لفظشون یکیه، ولی میتونن به راحتی در جای همدیگه استفاده بشن. خیلی اون انتقال پیامی که از طریق این افعال داریم جوری نیست که بخواد شما رو مجبور کنه 100% فقط یک فعل خاص رو به کار ببرین. میتونن به راحتی جایگزین هم باشن، مثل حالتی که اینجا میبینید. سه تا فعل مختلف داریم ولی یک پیام رو ما داریم انتقال میدیم. پس دسیر رو که بلد بودین، افیرمار و منیفستار رو هم به در واقع دایره لغتتون اضافه کنین. یه نکته براتون بگم که
اسم این فعل منیفستار یکی از حالتاش منیفستانتس هست که در واقع میشه معترضین، منیفستانتس، درسته؟ این رو هم مد نظر داشته باشید. خب این یه حالتی بود که ما یه نقل قول مستقیم داشتیم. یه جمله دیگه با هم دیگه میخوایم ببینیم، یه سری فعل جدید رو یاد بگیریم و نقل قول غیر مستقیم. ال پرسیدنته، من با یه فعل شروع میکنم و جمله رو میگم تا بعد بریم سراغ بقیه فعلا. ال پرسیدنته ریکوردو که لا کریسیس اس گراوه او که لا کریسیس ارا گراوه. چی میخواد بگه؟ میگه رئیس جمهور یادآوری کرد که این بحران یک بحران وخیمی بوده یا یک بحران وخیمی هست، فرقی نمیکنه. گراوه میشه وخیم، یعنی یه چیزی که بد باشه شرایطش. ال پرسیدنته ریکوردو یادآوری کرد. این فعل رو بردارین جایگزینش کنین ادمیتیو. ادمیتیر یعنی زمانی که ما یه چیزی رو تصدیق میکنیم، تایید میکنیم، میپذیریم. ریکونوسیو، ریکونوسر یعنی بازشناختن چیزی، بازشناسایی کردن. یعنی چی؟ یعنی یک چیزی رو ما به رسمیت بشناسیم، بتونیم که بهش یه حالت در واقع یک وجهه واقعیت رو بهش بدیم. یعنی ما میگیم که آقا همچین چیزی وجود داره، ریکونوسر، که در این حالت میشه ریکونوسیو. اکسپلیکو یعنی توضیح داد، اکسپلیکار. و کومنتو که از فعل کامنتار میاد، یعنی یک کامنتی داد یا حالا یک چیزی حالا صحبتی کرد. همه این چند تا فعل رو الان دیدین، ولی من حتی میتونم چند تا جایگزین دیگه هم همجوری شفاهی براتون بگم، مثل مثلا ایندیکو، سینیالو، نمیدونم چند تا فعل دیگه که میخواستم بگم، آها، اسپتو، اسپتار. پس فقط محدود به اینها نیست، فقط یک سری واژگانی رو، یعنی این فعل‌ها رو به صورت واژگان جدید یاد بگیرین و اضافه کنین به حالا دفترچه لغت اگر دارین یا حالا لیست واژگانتون که بتونید اینها رو استفاده کنین. فعل‌هایی هستن که همینجوری که دارین می‌بینین در موقعیت‌های معمولاً رسمی استفاده میشن. در مثلا بین دوستا هیچ وقت آدم نمیگه مثلا یو ادمی تو فلان یا یو رکونوسکو یه حالا یه چیزی، مگر اینکه بسترش فراهم باشه، یعنی حالا بخواید دقیقا همچین چیز استفاده کنم، ولی بیشتر حالا کاربردی که دارن در این زمینه های رسمی تر هستن. خب اینجا با همدیگه یه سری فعل رو دیدیم، همراه من باشید بریم قسمت دوم و یک سری فعل جدید رو با همدیگه یاد بگیریم. خیلی خوش اومدیم به پارت دوم درس امروز. جمله بعدی ال مینیسترو دکلارو که نو پینسا دیمیتیر یا نو پینسا با دیمیتیر. خب مینیسترو، مینیسترا میشه وزیر، حالا اینجا منظورمون یه وزیر آقاست. ال مینیسترو دکلارو یعنی چی؟ یعنی اعلام کرد. فعلای هم ردش انیادیو یعنی اضافه کرد، کنفسو یعنی اعتراف کرد. کنفسار، انیادیر و دکلارار، اینا اینفینیتیو هاتون هستن. خب ال مینیسترو دکلارو انیادیو کنفسو که نو پنساوا دیمیتی. دیمیتی میشه ریزاین کردن، یعنی استعفا دادن. یعنی اینکه حالا اگر که مثلا حالا با کنفسار فرض کنیم جمله اونو بخوایم بسازیم، یعنی وزیر اعتراف کرد که به استعفا دادن فکر نمی‌کرده، یعنی منتظر یا حالا انتظار استعفا دادن رو نداشته. خب پس سه تا فعل دیگه، دکلارار، انیادیر و کنفسار. و آخرین جمله‌ای که با هم دیگه می‌خوایم ببینیم، ال سکرتاریو جنرال د لا اونو پرومتیو لا رتیرادا د لاس تروپاس. خب این جمله جمله قشنگیه، برای اینکه خیلی زیاد میتونید این جمله واژگانش رو در اخبار بشنوید. یک، به خاطر اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد، خب اینو خیلی زیاد همیشه تو خبرها میشنوید، اصلا کومو سدیس دبیر کل سازمان ملل متحد، سدیس سکرتاریو جنرال د لا اونو. پس دبیر کل سازمان ملل متحد میشه سکرتاریو جنرال د لا اونو، اگر خانومم بود یه زمانی میشه سکرتاریا، درسته؟ پس اینجا معنای منشی نمیده، این میشه دبیر کل اونو، هم آبرویاتورای
Organización de Naciones Unidas هست، یعنی سازمان ملل متحد، Organización de Naciones Unidas. خب فعل هایی که اینجا داریم چیه؟ Prometió, insistió en و anunció. خب قبل از اینکه بریم سراغ بقیه جمله، prometer فعل شما هست infinitivo، insistir en algo همیشه چون که ما بعد insistir پرپوزیسیون en رو میخواییم باید در جمله بیاد، و anunciar. پس anunciar, insistir en و prometer، اینا infinitivo های شما هستن که همونجوری که میبینید خب جمله رفته در زمان گذشته و حالا اینا اومدن به خاطر ال سکرتاری و جنرال به سوم شخص مفرد صرف شدن. Prometió یعنی قول داد، وعده داد. Insistió en یعنی اصرار ورزید بر یا اصرار کرد بر یه چیزی، و anunció که از anunciar میاد، سینونیم دکلاراره، یعنی اعلام کرد، بیان کرد. La retirada de las tropas. Tropas significa ارتش، مثل ejército یا لشکر. پس tropas میشه لشکر یا ارتش. La retirada یعنی عقب نشینی. پس دبیر کل سازمان ملل متحد قول داد که لشکر و ارتش حالا از حالا اونجایی که هستن عقب نشینی کنن. پس اینم از سه تا فعل اینجا و سه تا فعل دیگه، شش تا فعل جدید که با هم دیگه یاد گرفتیم. اینا رو به لیست واژگانتون اضافه بکنید و زمانی که در چون داریم راجع به رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، پس زمانی که یک خبری رو از رادیو، تلویزیون یا هر پلتفرم دیگه‌ای هم گوش بدین، اگر گوشتون این کلمات رو بلد باشین 100% گوشتون میشنوه این کلمات رو و میتونین در لیسنینگتون هم از این واژگان استفاده بکنین. در نهایت وقتی خبری چیزی رو میخونید هم که خب جمله جلوی چشمتونه و میتونین فعل‌ها رو ببینید و متوجه بشید. این بود آخر درس امروز ما. امیدوارم که از این درس لذت برده باشیم. یا سابیس پارا کالکیر کوسا کومنتاریو پروبلما پرگونتا الگونا دودا پور فاور اسکریبید من اکی اواخو این لس کومنتاریوز. استا لا پروکسیما لیکسیون. ادیوس نس بموس.